دیدین بعضی افراد زیر چشمشون پف داره؟ راه های مختلفی رو رفتن. به صورت مقطعی خوب بوده ولی جواب نگرفتن. سلام من علیرضا زارعی هستم. امیدوارم حالتون خوبه خوب باشه. توی این ویدیو میخوام راه درمان پف زیر چشم بهتون بگم. با من همراه باش. برای درمان مقطعی پف زیر چشم چند تا کار میتونیم بکنیم یکی اینکه دو تا لایه سیب و هر شب بذاریم زیر چشممون اون نشاسته‌ای که در سیب وجود داره رطوبت رو میکشه و پف زیر چشممون خوب میشه یا میتونی خیار با گلیسیرین قاطی بکنی زیر چشمت ماسک بذاری این راه هم راه خیلی خوبیه پف زیر چشمت رو به صورت مخطعی خوب میکنه یا میتونی یه ذره نمک رو بریزی داخل یه کیسه شب بذاری روی ملاج سرت اینم رطوبتی که داخل سرت رو میکشه و پف زیر چشمت خوب میشه اما علت اصلی پف زیر چشم چیه علت های مختلفی میتونه داشته باشه میتونه از معده باشه میتونه از کلیه باشه میتونه از تیروید باشه میتونه از کمبود کلسیوم باشه خب از کجا بفهمیم که مشکلمون چیه خب اگر مشکل از معده باشه این رو میتونی امتحان بکنی عرق زنیان، عرق شیرین بیان، عرق مستکی. به نسبت یک سوم میریزین میشه یه مجموع یک استکان. بعد از هر وعده غذایی استفاده می‌کنی. اگر دیدی که پف زیر چشمت کمتر شد نشون میده که مشکل شما صرف معده است. یا ممکنه مشکل شما از کلیه باشه. از کجا بفهمم؟ عرق خارخاسک، خارشوتور و کاسنی. میل میکنی در طول روز اگر دیدی که مشکل شما برطرف شد میفهمی که مشکل شما از ضعف کلی است میتونه از تیروید باشه که بهتر این آزمایش بدیم از کمبود کلسیوم باشه که چند حبه سنجد رو با روغن زیتون قاطی میکنی و در روزانه استفاده میکنی اگه مشکلت برطرف شد نشون میده که کمبود کلسیوم هم داشتی اینا علتهایی بود که واسه پف زیر چشم داشتیم میتونی در کنار اینها سیاه دانه شنبلیده رو پود بکنی هر روز به اندازه یک قاشق مربا با اصل استفاده بکنید و حتی بعد از هر وعده غذایی میتونی یه ذره کندور و یه ذره میخکو بذارید تو دهنتو به جبی این هم خیلی کمک میکنه که رطوبت بدنت تخلیه بشه ممنون که تا اینجای ای ویدیو همراه ما بودین اگر این ویدیو واسه شما مفید بود اینو حتما واسه دوستات بفرست لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره شاد و سلامت باشید